رئال مادرید رو با بازیکنای یک متری به چمپیونز لیگ میبریم. گروه بندی جدید رو میچینیم. هر برده که به دست بیاریم گردونه رو میچرخونیم و دو تا از بازیکنامون رو به قد 3 متر میرسونیم. پس هر چقدر پیش میریم بازیکنامون قد بلندتر میشن. به نظرتون میتونیم چمپیونز لیگ رو با رئال فتح کنیم یا نه؟ اولین بازی چمپیونز لیگ رئال مادرید با براگا بود. اما همه بازیکنای رئال 1 متر بیشتر قد نداشتن و کارشون سخت بود. بله حالا بعد شروع میشه بازیکنای ما همه 1 مترن. همه 1 متر. از بچه‌هایی که اومد بودن کمک بکنن به ما برای حضور در زمین قدم خدا نداره میلوتر میاره شوامانی حالا اونجا فده بال برده شودشو ای دوستان عزیز بشه تابی دوستان عزیز بزنیم بکشینشون چه کارمون سخته کارمون وای وای تو نکشه نکشه مستقیم وای نه 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 دوستان عزیز ما باید یه جوری سان کنیم که شما سره رو بزنیم پس کم ارتبا سان میکنم یا علی بگو بابا فاست این کم ارتفاع بود ای والله از شما نکن بزن دیگه بزن شوترو بچه امیدوارم گل بشه واقعا واش برو 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 شوت کن شوت کن نه برو خدا شوت نکن شوت نکن واش بده من دیگه بده پدر تو صلوات بی پدر بده من تو رو خدا شوت کن گل شه واش وای وای بره رفته آج این بره رفته دیگه وای وای بیمبر بزن لام از سب شوت تو دیگه با این وضعیت ما نمیریم حالا باختیم بازی اولو رئال در بدترین وضعیت ممکن قرار گرفت و ته جدول شد و از اون بدتر بازی دوم با ناپولی بود بعد یک نکته دیگر ما باید سه فوروارد بازی کنیم اصلا امکان پذیر نیست با دو فوروارد بخوایم ببریم به نظرم رئال در دومین بازیش مقابل ناپولی باید هر جوری شده بود نتیجه میگرفت تا بتونه بازیکناشو به 3 متر برسونه علی بگو وای برو کنار وینیسیوس بودو وینیسیوس بهش شد برسو گل خود زده توی گله خدای شکرت رو خدا بیبریم بده این بر شوت کن گل بعدی توی دروازه است دومین گل به ناپولی با بازیکنان 1 متری این مهم نیست که قد شما چقدر دوستان این مهم اینه که مهم چیه واقعا بده من با اسکول فاتحات رو میخونم اینجا وای اوسیمن میسانت خطری گل دومم خوردیم دو بدبخت شدیم تو رو خدا شدش که توی دروازه رودریگو بدبخت شدیم بیا جلو پرس کنین دوستان پرس کنین تو رو جان پدرتون نه دیگه از اونجا گل نخور تو رو خدا گل چه توی گل وای حضرت عباس آفساید خدا وکیلی آفساید بازی تموم میشه حالا رئال مادرید با بردی که به دست میاره دو تا از بازیشون رو به 3 متر میرسونه پس گردون رو چرخونیم اون منتظر بازی کن موندیم و اون کسی نبود جز عالی کپا در زبان رئال مادرید با بردی که به دست آورد سوم شد و بازی امروزش با تیم صدر جدولی بود اما با حضور کپا حالا رئال مادرید کپای توی دروازه داشت که قدش 3 متر بود پس با خیال راحت میتونست حمله کنه جان حالا کپا قدش به 3 متر رسیده خیالم راحته وای حاج ما بعد دو تا بازیکن میبردیم بازا چرا یه دونه بازیکن بردیم اشکال نداره بازی بعدی یکی دیگه اضافه میبریم برو وینیسیوس برو تو شوت عقب شوت بمیری شوت اومد واسه شوت زنی قفش بیبر گامش بده به این بعد این نگرش داره به این پاسکاری ریزمیز باید بکنیم اینجا باید بدیم به این وسط شوت به این بر تو رو خدا گل چه الان واسه کدوم کی الان واسه کی بگه الان یه مهاجم مورد بودم 2 متر کرده بودم میتونه 3 متر کرده بودم میتونه گل بزنه این سر به سر بزن شانسی شاید گل شد نشد بابا برو بده بش یا اول فاس بزن شوت کن نه چه صفا تو چجوری فهمیدی من میخوام به اون پاس بدم تو رو خدا شوت کن وو دوستان عزیز بشه تابید در اون دفاع بگیر اون بی پدر رو بگی داره میره همونجوری پرامون نه بده که پا شوت کن آجه بایستو اینم بکنی پاس بدم برو بیرون رو میرم چرا اینجوری پاس دادی؟ باورم نمیشه این چه پاسی بود بال برده بیا برو بیرون ببینم وای سان نکنه تو رو خدا سان نکنه هدر رو میزنن سان کنه بگن این ریدیو گن من دارم میگم سان نکنه بعد انداخته تو بتو کورنل بدم ببینم کاما وینگا بریم تو رو جان جدت بریم دیگه برو کنار ببینم بابا شوت کن کاما وینگا نه
تو رو خدا شوت کن، تو رو خدا خدا من بزن بره تو گل دیگه. سرویس یارین منو تو رو خدا، این گل شو خدا وکیلی خیلی خوب کشید. یک بر هیچ، یک بر هیچ. بازی کنی یک متری مس گل میزنم کسان فتر روسان. یه سی بگو بریم. تو رو خدا همین نتیجه رو حفظ کنی. دقیقه 83 بازی فقط با یک بازی کن سه متری تونسته تا اینجای کار بگیره سه امتیاز رو. ببینید حاجی قد کروس از پرچم کورنر کوتاه‌تره. ریدیم با این سانتمون. نرو چلو بیا. نرو ها بگی جلوشو. جان جان مرسون به کپای سه متری. قربون آقا کپا. تمام و باز هم سه امتیاز دیگر و دو بازی کنه سه متری دیگه بخاطر همین بردی که به دست آوردیم باز اضافه میشن. بس کردن را چرخونیم و منتظر بازی کنه اول موندیم. کروس، کاماوینگا و رودیگر به 3 متر رسیدن و به ترکیب اصلی اضافه شدن. رئال مادرید با بردی که به دست آورد رفت صدر جدول، اما بازی برگشت با براگا بود. بله حالا تونی کروس رو میبینید اونجا همراه با کاماوینگای 3 متری که کار رو واسه ما خیلی راحت تر خواهند کرد. ای که با تو نیست، که با تو نیست، بزنش دف. خسته نباشی واقعا. من دارم میگم دفش کنه چه سر من نگاه میکنه. کپا بیا تو. آهان حالا تونی کروس به این مرتبه میرسونه. حالا به سمت راست میرسونیم اونجا کارواخال بر اون پدرتون لعنت به اون دروازه‌بان گوهتون. رودریگو تو رو جان پدرت. آقا نکن پاس رو دادی خودت برو، من ارسال میکنم واسه اینجوری. خوب بعد استوبش کن که نکردی. ریدیم دیگه با این کاماوینگا کنده اصلا دفاع نمیکنه بدبخت. با این اصلا نمیدوه. خب کروس که شوت چه گلی حاجی چیکار کردی؟ چه پاس گلی میده تونی کروس؟ روزیگر یه دونه تکلی یالیش قربون شکلت بوس به کلت. اشکال نداره اصلا قد داور نمیرسه بخواست کارت شما نشون بده تا نافت بود. بعد روزیگر کارت زرد گرفت اونجا شما رفته با تو روزیگر. هی تو رو اوش. دوستان عزیز آقا رودیگر من کاماوینگا کجاست؟ بگو بیاد این یکی رو بگیره. رودیگر اون با تو. هت تو رو خدا برو کلا. عمران تو خواب ببینی. برو کروس دیگه. کروس تو رو خدا شوت. کروس فوج. ببین بکش تیر دو. کروس خدا بزن دیگه. تمام این بازی هم میبریم. پس میریم سراغ اینکه دو تا بازیکن سه متری دیگه اضافه کنیم. گردونه پنجمو چرخونیم و رودریگو در میاد. گردونه بعدی هم چرخونیم تا بازیکن بعدی هم در بیاد و اون کسی نبود جز خوزلو. تمومه. رئال مادرید صدر جدول شد و اگر این بازی رو مقابل ناپولی میبرد صعودش قطعی بود. حالا رئال مادرید با دو تا بازیکن جدیدی که بهشون اضافه شد یعنی رودریگو و خوزلو سمتری به دیدار ناپولی میره که سوم جدوله. الان 5 6 تا از بازیکنامون سمتری ان خدا رو شاد. میریم برای بردن این بازی و رفتن به فینال چمپیونز لیگ. آهان چه شوتی. اینجا نشون میدم که کت تنکیه وقتی که من یه فوروارد 3 متری دارم. هنوز معلوم نشد کت تنکیه. ارسال کن حالا. اینجا نشون میدم ولی گل نشد. شوتش کن ما این خوزله اسکول داره میرینه همش. این که نه وو دمت کرم چه پا دمت کرم. یه مقدار دیر واکنش نشون ندی احیانا. آقای کپا توپ رفت بیرون بعد شما پریدی. بابا این رودریگو قبلا میتونست بدو، چرا قدش بلند شد نمیتونه بدوه؟ بابا این اصلا داره بدتر بازی میکنه. چه وضعش آخه؟ وای باختی. این بازی رو باختیم. پس هیچ بازیکنی به قد 3 متر نمیرسه. همه چیز به بازی آخر بستگی داشت. اگر رئال مادرید بازی آخر رو میباخت به هیچ عنوان صعود نمیکرد. امید آنچلوتی به بازیکنی قد بلند تازه وارد بود اما برای سرعت تیم وینیسیوس رو گذاشت نوک. شوت کن تو رو خدا بزن تو رو خدا بزن گره تو گل. شوت کن بزن همین بزن من حوصله بحث با کاماوینگا رو ندارم. هدر رو فقط بزن. برو خودشتون گل شد. بابا مگه میشه؟ ما اصلا این بازی رو نباید ببازیم. اگر مساوی هم بکنیم باز خوبه ولی اصلا نباید ببازیم. اگر ببازیم اونا ده امتیازی میشن و ما خدافظ دیگه. بابا آقا دیگه نمیشه که من توپو میگیرم اون داره منو میندازه زمین. آها شوت کن. تو رو خدا شوت کن. توی دروازه خوزلو. توی دروازه یک بر یک رئال مادرید. گفتم خوزلو کارو در میاره با وینیسیوس جونیور عشق. دست و حالا کمرش هم بذاره اوکیه. بده تیر دو. من میگم بده تیر دو. شوت کن ووش. این یکی گل باشه صعود قطعیه. تو رو خدا گل یعنی خاک تو سرت کنم با اون سمس قدت اوت شد. تو وینیسیوس یه دونه قطعه قشنگ میزنه اونجا. وینیسیوس یه نفر جا میذاره حالا میره سمت پاس دادن رو به جلو پاس ویرون خدا. با
بازیکنم آبکش شد اونجا. وای 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 اوش. در سرابت منو گول زد. ای رودیگر. تمام. رئال مادرید بردی که به دست میاره سود چون مرحله بعدی قطعی میکنه و دو بازیکن سمتی دیگه اضافه میشه. گردو رو چرخوندیم و این بار کارواخال به اضافه لوکاس واسکز. پس واسکز و کارواخال به ترکیب اصلی اضافه شدن. در مرحله یک هشتم نهایی رئال مادرید بعد با اینتر بازی میکرد. اکثر بازیکنهای رئال مادرید به قد 3 متر رسیده بودند. پس آنچلوتی انتظار داشت تا این بازی رو راحت ببره. حالا بازی شروع میشه و اینجا آقا نگاه کن، اکثر بازیکنمون به جز 3 تا این وسطی ها همه قد بالای 3 متر دارن، به اضافه واسکزی که الان اضافه شده، یعنی ایشون و کارواخال جدید. حالا بعد این کارواخال را بندازم، بعد که اینجا رسید یکم بره جلوتر سانتر بکشه دیگه. بعد اینجا یه دونه هد ووک بزن بابا بزن تو چارچون. نه 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 تو رو خدا بزن. وای بازی رفت 0-0 شد، هیچ بازیکنی رو نمیتونیم بیاریم تو. رئال مادرید نزدیک سکوی پرتاب بود. یک طرف رفتن به قله و طرف دیگر سقوط از چمپیونز لیگ. نوبت بلد ای. بابا اینو خطو نگرفتی تو؟ کامینگا رو نگن، تو رو خدا اسلو موشن داره میدوه. پاس نده دیگه، من تا اونجا باید بیام الان. وای حاجی خیلی سنگینه باز این، داره از چپ و راست داره رو دروازمون میاد و ما هیچ کاری نمی کنیم. آه بی پدر به خدا بلند میشم چنان میگیرم میدونم گم شو بیرون. تو رو خدا پاس رو بده. وای رودریگو تک به تک رودریگو توی دروازه. گفتم این گل رو به ثمر میرسونم. شماره 11 رودریگو با درخشش وینیسیوس و بلینگام. دستتون نمیرسه فقط به سرش دیگه، همون یه بوس بفرستین شما. یک بر هیچ. رئال مادرید آنچلوتی جلو میافته از اینتر. من آفرین کامامینگو، چقدر شما داری خوب بازی میکنی، اصلا من گفته بودم شما بهترینی. بده این بر خوزلو شوت. گفتم وینیسیوس برو. آها بزن شوت رو توی دروازه وینیسیوس جونیور. بازیکن یک متری گل رو به ثمر میرسونه، هم پاس گل میده هم گل میزنه، همه کار است توی تیم. ماری کلا له شد اون وسط فقط. اوه بده والورده. رفاظه چوزنی خود والورده. تمام. رئال مادرید با برد اینتر به مرحله یک چهارم نهایی صعود میکنه و به خاطر این برد دو تا بازیکن سمتی دیگه اضافه میشه. پس این بار هم دو بار گردونه رو چرخوندیم و گارسیا و شوامنی در اومدن. شوامنی که توی ترکیب فیکس بود، اما گارسیا به عنوان تعویضی بیرون وایستاد. مرحله یک چهارم نهایی رئال مادرید بایرن مونیخ. رئال مادرید بعد مقابل تیمی بازی میکرد که ناپولی رو حذف کرده بود، اما از اونجایی که بازیکناشون قد بلند شده بودن دیگه مشکلی نبود. خیلی خب دوستان، آقای شوامنی با شماره 18 همین چهره که مشاهده میکنید هم رفته بالا و به 3 متر قد رسیده، اما نمیدونم الان که خوبه یا نه، به نظرم بد نباشه. ارسال از وینیسیوس جونیور به تیم دوم. همین الان دیگه ببندیم خزانه رو توی دروازه. خوزل با شماره 14 هواداران رو خوشحال میکنه. باید حواسون به شوتای کثافت هریکین باشه. نه وای بده این بر شوامنی. وای وینیسیوس بیان رودریگو میده عقبتر، اونجا بلینگام چه گولی با نیم متر قدر دروازه نوی رفسانه رو باز میکنه. این دو بازی کنه کوتاه قامت شادی انوات رودیگر یه فاتح، واقعا داری خوب بازی میکنی. او پدر دقا وایسا میدم اینو میگیری یا نه. خب نه آقا نگرفت، نفرستین گل خوریم نگرفت. ارسال از کروس روی سر بازیکن ما، ضربه سر تیر دروازه برگشت بزنین. وا بابا به این برو رودریگو شودش کن بابا بزن تو چارچوب، تو اینجوریه این. آی بازی تمام شد، بازی رفت رئال مادرید توی خونه یه حریف 3-2 میبازه. بعد بریم سراغ بازی برگشت، اما باز همت بیشتر. رئال مادرید در وضعیت بدی قرار داشت، چرا که یک گل عقب بود و اگر که تازه یک گل میزد بازی مساوی میشد. تو رو خدا گل شد.
وای وای حاجی باورم نمیشه. وای حاجی جان یا خود خدا، بزن 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 توی دروازه. بره میگرده رئال مادرید، اهدونات نمیتونه رئال ببره. شوت کن اونور، شوت کن اونور، توی دروازه گل سومه. سگ رو پدر سگتون. نه مثلا این اکاش جوده را میره، اسلو موشن داره را میره. برو بگیر توپ ازش. نگاه اول فصل بریم اقا، بریم اقا، وینیسیوس بیم اقا، بیا بابا خدا پدرتو میامرزه. هم دفاع میکنه، هم حمله میکنه، هم پاس میده، هم گل میزنه، همه کار است. بقیه همه مفلس دارن نگاه میکنم. یا آقای کامومینگا مثلا، من اسم نمیخوام حالا ببرم، مثلا ایشون. نه 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 نه، وای دهنتون رو سرویس جانم کامومینگا، جان جان. آقا زدش بابا، بگی خطا رو با هر تو سرویس مساوی شدیم باز دوباره. آی رفق اضافه، رفق اضافه بدبخت شده. ما تعویض کنیم، بعد بازیکن کوتاه قامتمون رو بیاریم نوک بذاریم حاجی، کاری نمیشه کرد. والورده، مودریچ به جای کروس، گارسیا به جای دفاع چپ. بزن تو رو قرآن، بزن گل. بابا مگه میکه؟ شوت کن، شوت کن، شوت کن. تو دروازه کامبینگا. میتره کنه ورزش کنه دقیقه 115. تموم. تو رو خدا بردیم. فوک. بالاخره رئال مادرید به نیمه نهایی میرسه. و کامبک فوق العاده آنچلوتی دیده میشه. پس اینجا دوباره دو تا بازیکن سمت رو وارد میکنیم. بار دیگر دو بار گردنا رو چرخوندیم، یکی وینیسیوس و دیگری فد والورده. پس فد والورده و وینیسیوس هم به سمت رسوندیم و گذاشتیمشون تو ترکیب اصلی نیمه نهایی رئال مادرید من سیتی، اون من و اتلتیکو سویا. دوباره من سیتی و رئال مادرید توی نیمه نهایی به هم دیگه خورده بودن، اما این بار وینیسیوس و والورده هم سمتی شدن و رئال آماده این رقابت بود. بله همینطوره که مشاهده میکنید، آقای فد والورده با شماره 15 و وینیسیوس هم رسیده به 3 متر. البته من میخوام ببینم که وینیسیوس سرعتش آجی آدمیتیان بابا تو میتونی بدوی. الان تنها کسی که توی ترکیب اون قدش کوتاه فقط ایشون آقای جود بلینگام هستن و تعویضی هامون به مسعد بده. خوزلو، حالا خوزلو بزن شوترو توی دروازه. برو تو باش به خدا، بیا تو من میام با تو. نه 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 نه، وای وای وای، این قدش رفت بالا، سرعتش هم رفت بالا. بزن شوتر خودلو تاق دروازه. حالا دو بار هیچ میشه نتیجه. بلینگام گم شد اصلا اون پشت. آقا شما بیا برو، شما اصلا سرور همه بازیکنای شوت کن شما. برو چکلت موگ. از اونجایی که سرعت شوامانی پایین بود به جای مندی تعویضش کرد. آقا بلینگام یه جوری بکش که بقیه هدر رو بزنن. قربون شکلت، بزن هدر رو، هدر رو بزن اینا، هدر رو بزن توی گل. گل سوم با ارسال زیبای بلینگام مینی. گل خوردیم. بزن بزن هدر، بزن هدر، بزن ووش. بزن 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 برگشتو خاک تو سرتون. رئال مادرید با درخشش بلینگام کوچک بازی رفت و میبره. پس سریع میریم سراغ بازی برگشت. پس دو تا بازیکن دیگر رو به 3 متر میرسونیم. پس دو بار گردون رو چرخونیم، یکی بلینگام و دیگری آلابا دفاع. پس در کنار بلینگام آلابا هم به ترکیب اصلی اضافه شد. حالا همه بازیکنامون رسیدن به قد 3 متر و توی ترکیب اصلیمون هیچ بازیکنی نیستش که قدش کوتاه باشه، حتی دروازه‌بان. چه بجا خراب کردیم. وای 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 وای، آسو بده بهش، شوت کن، همین شوت. آسو برو بلینگام اصرارم کنه روی خوزل و توی دروازه هست یا نه. لب خط در آورد. با حضرت عباس خوزل رو بزن، بزن شوتر، بزن گارسیا، گارسیا شوت کن توی دروازه. اوه اوه چه چه چه، بیمر بیمر، دف کنش، دفش کن. نه سه نفر وایسین داری همدیگه رو نگاه میکنی خبرتون. همینجوری مثلا عشقی شوت کنیم، شاید رفت تو گل از همینجا. آه یه دقیقه، یه دقیقه تا سود، یه دقیقه تا سود، یه دقیقه تا... تمام میشه کار. رئال مادرید با مساوی که میکنه به فینال چمپیونز لیگ میرسه، اما چون بازی مساوی شد هیچ کدوم از بازیکن‌های دیگه مون رو نمیتونیم به 3 متر برسونیم. پس میریم واسه فینال. چی شد؟ الان اونا 2-2 شد، برنده اونا کی شد پس؟ رئال مادرید اتلتیکو فینال رقابت‌های اسپانیایی شده. رئال مادرید به آخر خط رسیده بود، یعنی فینال چمپیونز لیگ، اما از اونجایی که کارش درست انجام داده بود و همه بازیکن‌های 3 متری بودن، میتونست راحت این بازی رو ببره. بلینگام بزن، ای شوت، بوک بزنی با تو گلچه. خدای افساد نیستش توی دروازه. به به، کل تیم سمت شده و قدشون انقدر بلنده که واسه شون حریفا همچون مورچن. وینیسیوس را میازیم، حالا وینیسیوس به نخره شوت ها میزنه و میگیره. اوی بابا دهنه تو زیرویز. شوت کن، شوت کن، شوت کن، شوت کن، شوت کن. بده بلینگام، آهان بلینگام، حالا شوت بیرون با. شوت کن، شوت کن، شوت کن، شوت توی دروازه رودریگو. دو بر هیچ رئال مادرید میره واسه کاف. نه
بابا بزنینش بزنش. تمام، رئال مادرید بازی آخرم میبره و قهرمان چمپیونز لیگ میشه. اینجا چرا قد همه یکسان شد؟ چرا قد همه یکسان شده تو هایلایت؟ من یه سری ها رو نبردم قدشون رو بالا. به هر حال رئال مادرید قهرمان چمپیونز لیگ میشه. اگه از این ویدیو قد بلند و قد کوتاه خوشتون میاد، دو تا ویدیو دیگه هم اینجا ساختیم، حتما برین این ویدیو هم ببینید، خیلی باحال شده. دمتون گرم.